خیلی وقتا از ما در مورد آمار معلولیت سوال میشه، علت معلولیت در استان سوال میشه. خب علتش این هستش که خیلی از موارد به دلیل مشکلات ژنتیک، مشکلات مادرزادی، حوادث زایمانی و یا اینکه به هر حال حوادثی که در جامعه اتفاق میفته میتونه ایجاد معلولیت بکنه. یکی از مشکلاتی که زوجین معمولا باش ارتباط دارن تولد یک کودک هست با یک ناهنجاری هست که این ناهنجاری های متعددی که کودک متولد میشه علل مختلفی داره. تقریبا 1/3 علل ناهنجاری های کودک به دلیل وقت متولد میشه عللش ژنتیکیه. یه علت اصلی معلولیت ها میتونه به دلیل ازدواج های خویشاوندی باشه. توصیه میشه که حتما قبل از ازدواج های خویشاوندی که خب به هر حال در استان ما زیاد هست، حتما مشاوره ژنتیک انجام بشه. ما مشکل دیگه ای که داریم این هستش که در این استان خط ریلی نداریم و پروازهامون هم خب خیلی کمه، بنابراین بیشتر ترددها از طریق زمینی انجام میشه و میتونه حوادث جاده‌ای رو ایجاد بکنه و این حوادث جاده‌ای میتونه منجر به مرگ و میر بشه و یا میتونه در واقع معلولیت ایجاد بکنه، معلولیت زایه نخاعی، معلولیت جسمی حرکتی های متعدد رو میتونه ایجاد کنه. با توجه به مواردی رو که داریم، ما تو برنامه‌مون سند معلولیت رو داریم، بر اساس مصوبات سال گذشته داریم بررسی میکنیم که این مطالعه دقیق انجام بدیم که ببینیم واقعا علت معلولیت ها در این استان چی هست و آیا آمار معلولیت ها با توجه به این چیزی که الان هست صدق میکنه یا نه. خب ما به دلیل فقر منطقه هم ممکنه که مراجعات معلولین هم به سازمان های حمایتی مثل بهزیستی خب بیشتر باشه و برای همین خب ما آمارمون رو بالاتر از استان های دیگه اعلام کردیم. در هر صورت این نیاز هستش که توجه ویژه به خود افراد دارای معلولیت انجام بشه، نیاز ویژه بهشون بشه. به عنوان مثال باید فرهنگ سازی بشه، بدونن که افراد دارای معلولیت به هر حال خیلی از توانمندی ها رو دارن، میتونن خیلی از اشتغال ها رو داشته باشن. بنابراین میخوام که مردم اینو درک بکنن بدون اینکه بخوان به افراد دارای معلولیت ترحمی بکنن، اونها رو بپذیرن در جامعه و از حضورشون در جامعه استفاده بکنن. بهترین خواستمون از خانواده ها تو استان اینه که با توجه به اینکه هر فردی تقریبا 20 تا 30,000 ژن داره که روی کروموزوم ها قرار دارن و از این 20 تا 30,000 ژن ما ممکنه تقریبا 3 تا 5 عدد ژن معیوب باشن و با توجه به بالا بودن آمار ازدواج فامیلی تو استان توصیه میکنیم که یک اگر سابقه ازدواج فامیلی رو دارن حتما به مراکز مشاوره ژنتیک ما مراجعه بکنن، چون احتمال قرار گرفتن دو ژن معیوب روی کروموزوم ها به نسبت ازدواج های غیر خویشاوندی به مراتب بیشتر هست. نه. %50 معلولیت ها ناشی از اختلالات ژنتیک و همچنین ازدواج های فامیلی هست. لذا در صورتی که برنامه‌ریزی برای مشاوره های پزشکی قبل از ازدواج و همچنین قبل از بارداری در صورتی که صورت بگیره میتونه طیف وسیع از این اختلالات رو پوشش بده و از به دنیا آمدن بچه های معلول جلوگیری بشه، به نحوی که این مشاوره ها ساده ترین، در دسترس ترین، ارزان ترین و در عین حال مؤثرترین روش برای پیشگیری از اختلالات مادرزادی هست. نکته‌ای که بایستی بهش توجه بشه این هست که متاسفانه در نظام سلامت ما بخش زیادی از منابع مالی و بودجه ها صرف مقوله درمان شده، در صورتی که ما بخش بیشتری از آن چیزی که امروز داره اختصاص پیدا میکنه به مقوله بهداشت و همچنین پیشگیری از اختلالات در واقع سوق پیدا بکنه، ما جامعه سالمتر و شادابتری خواهیم داشت، چون اختلالات ژنتیک اکثرا قابلیت درمان رو ندارند ولی قابلیت پیشگیری برای اینها وجود داره، لذا میتونه مشاوره های ژنتیک در این زمینه بسیار کارا باشه و در صورتی که افراد قبل از ازدواج و همچنین در زمان قبل از بارداریشون مشاوره های ژنتیک رو در واقع و همچنین در صورت نیاز تست های آزمایشگاهی، اون چیزی که مردم فکر میکنن که تمام مشاوره یعنی اینکه انجام یه تست آزمایشگاهی، چنین چیزی نیست. مشاوره در واقع میتونه بسیار کمک کننده باشه و در صورت نیاز براش درخواست تست های آزمایشگاهی میشه. آن چیزی که حائز اهمیت هست بحث ازدواج های فامیلی هست، چون در این استان ازدواج های فامیلی زیاد صورت میگیره و در صورتی که تکرار افراد مبتلا در خانواده وجود داشته باشه، حتما بحث مشاوره قبل از ازدواج برای اونها برای پیشگیری از تکرار بچه های مبتلا بسیار حائز اهمیت هست. مجموعه که تشریف آوردید شما مرکز آموزشی هست که خب درون مجموعه و مؤسسه بزرگ حضرت علی اکبر داره در بحث آموزش گروه هدف فعالیت میکنه، با این معنی و مفهوم که به عنوان حرفه آموزی هست. بچه‌ها وقتی که پذیرش میشن در دو گروه، بچه‌های پیشرفتی بر اساس IQ هوشبرشون و همچنین سطح بالاترش بچه‌های حرفه آموزی پذیرش میشن و خب یه پروسه 7 سال باید طی کنن، یعنی وقتی که وارد بحث حرفه آموزی میشن بین 5 تا 7 سال زمان میبره که آموزش‌های جامع و کامل رو ببینن و بعد از اونم اصطلاحاً ترخیص داره، میگه ترخیص موفق میشن وارد یه سطح بالاتر از آموزش به عنوان کارگاه تولید حمایتی میشن. وقتی بچه‌ها وارد کارگاه تولید حمایتی میشن به یک استقلال شخصیتی و حرفه‌ای میرسن و یه درصدی رو از درآمد حاصل از فروش و یارانه‌ای رو که سازمان پرداخت میکنه ما مکلفیم که این عزیزان پرداخت کنیم و این در قسمت حرفه آموزی نیستش. تولیداتی هم که در کارگاه‌های تولید حمایتی تولید میشه ما اجازه رو داریم بلاز آینامه که میتونیم بفروشیم و خب درآمدی که حاصل میشه رو به عنوان پول تو جیبی بین عزیزان پرداخت کنیم. مرکز حضرت علی از قدمت بسیار بالایی برخوردار هست. از سال 70376 که به بهره برداری در حال حاضر تونسته با فعالیت‌های عالی که از خودش نشون داده تحت عنوان گرید 1 یا درجه 1 رو کسب کنه و خب بزرگترین مرکزی است که در شرق کشور در حال حاضر خدمات توانبخشی و توانپزشکی رو به گروه هدف خودش ارائه میکنه. ببینید هر کسی 30,000 تا ژن فعال داره، خب که از هر ژنش 2 تا کپی داره، یکیشو از پدرش میگیره یکیشو از مادرش میگیره. خب اگر یکی از اینا مشکل داشته باشه معمولاً این ژن دیگه کار اینو انجام میده و اجازه نمیده فرد بیماری ژنتیکی فامیلی رو از خودش نشون بده. برای همینه که همه ماها که ظاهراً سالمیم ممکنه از این ژنای معیوب داشته باشیم خودمونم خبر نداشته باشیم. حالا مشکل کی پیش میاد؟ موقعی که زن و شوهر هر دو یه ژن معیوب داشته باشن عین هم و دقیقاً همون ژن رو بیان بدن به بچه. اون موقع بچه چون هر دو تا ژنی که از پدر و مادر گرفته معیوب هست بیماری رو دیگه نشون میده، دیگه ژنی رو نداره که اونو کاور کنه و در واقع پوشش بده و نذاره که بیماری نشون بده، بیماری رو نشون میده. خب و این احتمال تو ازدواج‌های خویشاوندی خیلی بیشتره. چرا؟ چون یه جد مشترکی دارن که ممکنه که اون یه جهشی داشته باشه، یه ژن معیوبی داشته باشه، بیاد به اون نوه‌هاش بده، به اون نسل بعدی بده، به هر دوتا. خب و این دوتا بدون اینکه خودشون بدونن این ژن معیوب رو به بچه‌شون منتقل میکنن. بنابراین توصیه میشه که حتما به ویژه در ازدواج‌های فامیلی و همینطور که افرادی که زوجینی که تو اقوامشون معلولیت وجود داره حتما برای مشاوره ژنتیک مراجعه بکنن.